بسم الله الرحمن الرحيم. امروز در لکچر دوازدهم مضمون وب پروگرام مونیتون درباره ریکارد اپدیشن گپ میزنیم، چطور میتونیم یک ریکارد اپدیت کنیم. خب قسمی که ما در این پروژکت خود تو اینجا کار کرده بودیم که ریکارد انزرت کرده بودیم، ریکارد از دیتابیس گیت کرده بودیم در یک تیبل اچ تی ام ال. بعدن بالای دیلیت بتن کار کرده بودیم که وقتی که دیلیت بتن کلیک میکنیم یک ریکارد مو دیلیت میشه و وا عکسی مربوطیش هم از فولدر دیلیت میشه. اینجا یک کمی کار جاوا اسکریپت مانده است که وقتی که ما بالای دیلیت کلیک میکنم اتوماتیکلی دیلیت میشه. ما میگم که یک بار از ما پرسان بکنه کنفرمیشن میسج بیاد که آر یو شور یو وانت تو دیلیت، اگر یس بود دیلیت بکنه، اگر نو بود دیلیت ایر مربوط به جاوا اسکریپت ریتان میشه. قسم که شما در جاوا اسکریپت شما کنفرم باکس دارین، با شما میتونین در این لینک همو کنفرم باکس تان در آن کلیک ایون پرتین اند دو دات. کار که امروز میخوایم بکنیم این است که ما قسم که اینجا بتنی دلیت داشته، میخوایم اینجا بتنی اپدیت داشته باشم، ادیت داشته باشم، تا که ما که بالای جو کلیک بکنم این ریکارد ما اپدیت کرده بتانم. هر ریکارد مربوطیش است. فرضا یک بار ریکارد انزرت شده است و میگم که شماره تلفنش غلط شده است، یا فرضا کشورش غلط شده است، خوابی غلط شده است، یا عکس اشتباه شده است، نام اشتباه شده است، یک چیز تغییر میتونم، چطور میتونیم یک ریکارد ادیت بکنیم که یک بار که انزرت شده باشه. سو اول استپ که میکنیم چی است؟ کی یک لینک یا یک بتن به خاطر ادیت میمونم، قسمی که برای دلیت مانده بودیم. سو ایل گت بک تو دی کد. ما می پیج 9th کلاس میایم و اینجا جایی که ما برای ادیت بتن آی ام جی تگ انداختیم، دلیت بتن آی ام جی تگ انداختیم، همینجا بعد از این یک انکر تگ دیگه میگیرم، میگم اچ ار اف برای آل نل باشه، و در داخل از یک آی ام جی تگ میگم که اس ار سی چی باشه. خب میخوایم که از این فولدر ای آیکن پنسل بیارم به خاطر ادیت. سو ایل جاست سی گو تو آی ام جی فولدر و داخلش با نام ادیت دات پی ان جی یک عکس است برا بگیریم و ویتش هم همو رقم 20 پیکسل میگیریم. سیو میکنیم میرا و ایرا ریفرش میکنیم با این شکل شما ایرا دیدم میتانیم. خب ای یک لینک شد، یک بتن شد. وقتی که ما بالای ازی کلیک میکنم ما میگم که ای ریکارد مربوط را ما در یک پیج در داخل یک فرم باز بکنم تا که ما او را ادیت کرده بتانم. سو ما چی باید بکنیم که وقتی که بالای ازی کلیک میکنیم ما را به یک پیج ریدایرکت کنه، قسمی که در دلیت کرده بودیم. برای خاطر از او ما میایم و اینجا میگم وقتی که بالای لینک کلیک میشه به یک پیج که نامش edit teacher.php بای نام یک پیج باشه و او را ما را ببره. خب کاپی تالی پیج وجود نداره، ما این پیج را می سازم. کنترل N کنترل S در همی فولدر با همی نام edit teacher.php و یه سیو میکنم و فرضاً از اینجا ما همو بیسیک HTML سترکچر خود میگیریم به شکل و تایتل برش میدیم teacher update teacher record update page به شکل. اوکی و اینجا در باڈی می آیم، فرزن میگم که update the record here save و ایرم save میکنیم. از اینجا می آیم پیج ریفرش میکنم ببینیم ما که بالا ای ریکارد کلیک میکنم ما رو با کجا میاره؟ edit teacher.php تایتلش که مونده بودیم teacher record update and here میتونیم اینجا میتونیم که ریکارد خود اپدیت کنیم. خب کدام ریکارد رو میخوایم اپدیت کنیم؟ قسمی که در دیلیت کرده بودیم اون طالب مشخص نیست. ما بالای هر یکیش که کلیک میکنم ما رو با می پیج میاره که ریکارد اپدیت هی، یعنی که کدام ریکارد او رو ما باید برش بگویم که ریکاردی که فرضاً teacher IDش مساوی باشه بچی، هر ریکاردی که ما سلیکت کردیم آیدی شما اینجا که نشان داده بودم همو آیدی رو ما کپی میکنم و اینجا برش پیس میکنم سیف. اینجا وایت سپیس کوشش کنین که نتین طرح که وایت سپیس اینجا دیوارل باشه که پرسنتیج میان این رو ما ریفرش میکنم ببینیم چی میگه. با ما edit teacher record
कि टीचर आई डी शी बॉशा योज दा ये मी बिन इनकी परसेंटेज हुई चीज़ों हमारे नहीं बहुत रही आजी की जो वाइट स्पेस हुई भी दर दर यक जॉई सो आई विल जस्ट रिमूव द वाइट स्पेसेस वो भी हो दोस्त ओके नो इशू रिकॉर्ड की मौ गिरफ्ती मौ डिश योजदा बुद फर्दाना का दोजदा रमी गिरूँ यू विल सी हियर यू हैव दिस 12th रिकॉर्ड Let me just get back, refresh, and update 10. Basically, the rest is to refresh. Now, should I put? बहुत तरीके जब पेश white space दोष white space हम आपस करें. ये जगह में white space में थे. उन जगह URL बशकले percent 20% है खासी ना चीज में. अगर ची यागानी वक्त मुश्किल ना अगर हम अगर में यागानी वक्त मुश्किल याद में कोने से खातर कोश करें white space ना थे ताकि ख़ासम soft सुथरा URL दोष बशे. विभिन्न और अगर मैं आयूं و بالای ریکارد اسپین هر کلیک میکنم مای دیش 12 است تیچر آی دی 12 ولی در داخلی پیج همین ریکارد گرفته ادیت میکنه درست است در داخلی پیج ما ویلیو های ریکاردی که آی دی 12 باشه او را میگیریم و در داخل یک فرم این قسم یک فرم باید نشان بدیم تا که مور ادیت کرده بتانم فرزن نام اسپینغر باید بیا ایجا اسپینغر هر چیز که نام پدر است ایجا بیا باید نام پدر هر چیز که فون نمبر است ایجا باید فون نمبر بیا با این خاطر ما امی مکمل فرم در این پیج ایدیت کریت میکنم خب آلی چون شما ای را کریت کرده میتونی ساده HTML فرم است و اگزکلی امی را ما کار دارم ما امی فرم ایجا کپی میکنم با اون پیج میبرم ایجا ما تیاری فرم داریم ای تیب در داخل ای تیبل ای فرم گرفتیم ای مکمل تیبل مازی جا کاپی میکنم و در ایدیت پیج خود می آیم ایج از باجه ای متن ای فرم خود پیست میکنم درست است و از اینجا آمده ای متن تغییر می دیم که اپدیت ریکارد فرزن اپدیت teachers record save آره ببینید refresh ما بالای edit button click میکنم ما رو کجا میاره بای پیج update teacher record و equally form در خود داره درست است آره چی باید کنیم آره ID رو ما برش روان کردیم record که مربوط یا ID میشن نامش father nameش phone number ایمیلی کلش از database بگیریم و دهی فرم ما جای با جای کنیم تا که او را edit کرده بتانیم او را چطور میکنیم؟ نارمال یک فچ ریکارد است قسمی که در کلاس های پیش ما انجام دادیم زیاد چیز نداره یعنی اینجا ما ریکارد گرفتیم و اینجا ما میتانم که فچ کویری خود نوشته کنم در یک جای هر جایی که باش فرزن من اینجا در شروع تیبل نوشته میکنم بلاکی پیش پی را جور میکنم اول ID را باید از URL تا کنیم که در یک ویریبل TID ذخیره میکنم یا با اصطلاح teach ID ذخیره میکنم dollar underscore get در URL ویریبل که جور کردیم با نام TID است از او ویلیویش میگیریم TID و دیجا مندازیم حالی ریکارد مربوطی از ایر از دیتابیس سلیکت میکنیم قسمی که من نوشته میکنم یک SQL query را این فقط یک ویریبل شد اسکیل کیوری و اینجا کیوری خود فرام میکنیم که سیلیکت ستاریک کل کالما رو میخوایم سیلیکت کنم فرام از کدام تیبل از این تیبلی تی بی ال تیچر ریجستریشن ویر از کدام ریکارد از ریکارده که تیچر آیدیش تی آیدیش مساوی باشه با چی؟ با این آیدی که از URL گرفتیم دالر آف تیچر آیدی دالر آف تیچر آیدی بای شکل ای کویر را باید رن کنیم و ریکارد بگیریم you know how to do that برزی ما کانکشن کار داریم so first ما اینجا کانکشن کود انکلود می کنم I'll include ای پیج کانکشن ایماس dbconnection.php include dbconnection.php و اینجا می خواهیم که کویر رن کنم so dollar of ڈیٹا مصوی میں شبہ mysql i underscore query
اولا هم کنکشن ها پاس میکنیم دالر آف کان یه از کجا پاس کردیم چونی کود جنس انکلود کردیم اینجا ما کان ویریبل دیفاین کردیم کنکشن داره کاما دوم کوئری خود پاس میکنیم دالر آف اسکیبل کوئری حالی وقتی که کوئری بالای کنکشن رن میشه برای ما ریکارد به شکل یک تیبل به شکل یک دیتا تیبل به اصطلاح بگویم یا به شکل یک استیتمنت پاس میکنه و دی ویریبل میندازه از اینجا ما میتونیم که یک یک ریکارد بگیریم قسمی که ما در توسط MySQL underscore fetch underscore array کار پیش هم کردیم و برای ما دیتا ویریبل خود پاس میکنیم به شکل و ما اونجا یک لوپ اپلای میکنیم چون ولی فقط یک ریکارد سلیکت میکنه به خاطر که ما تنها ریکارد مربوطه آیدی یک نفره سلیکت میکنیم که تنها یک ریکارد سلیکت کوری برای ما ریترن میکنه از خاطر نیاز به لوپ نیست یک بار که ما MySQL underscore fetch underscore array بکنیم همو یک ریکارد که در دیتا وجود داره او را به شکل array برای ما ریترن میکنه و ما یک array variable را ذخیره میکنیم فرضاً رو حالی ریکارد ما در کجاست؟ در این رو ویریبل است از این رو ویریبل مال یک یک کالم گرفته میتونم یعنی کالم ایدیش، کالم نیم، فادر نیم و کلی چیزا و هر کالمی که میگیریم اینجا در اینپوت تکس فیلد مربوطیش نشان میدیم یعنی که اگر ما بیایم اینجا در نیم ما میفهمیم که یک ویلیو چطوری نشان میدیم از ویلیو اتریبیوت استفاده میکنیم و یا فرض نلی را نوشته میکنم به این شکل سیو میکنم میره که ما ریفرش کنیم اینجا برای ما علی را نشان میده درست از کار HTML تان است اینجا علی از بجای علی در ویلیو ما چی را میخوایم بگیرم ریکارد از دیتابیز بگیرم که دهی فول ویریبل پی اچ پی ما ذخیره کردیم دالر اف رو از این خاطر ما اینجا یک پی اچ پی بلاک جور میکنم چون ویریبل پی اچ پی را میخوایم اینجا اکسس کنم و در داخلش ایکو میکنم چی را ایکو میکنیم از دالر اف رو ویریبل یک کالم کالمی که نامش چی باشه تی نیم باشه سو آی جاست تایپ تی نیم سیو اند ریفرش نام ریکارد مربوطی 11 چی بود هلال پس میرم ببینیم فرضاً ای ریدت میکنم نامش چی است اسپینغر آی دی 12 یه بار ما میگه اسپینغر بک اگر ای ریدت میکنم نام چی است هیلی یه بار ما میگه هیلی بشه وای به شکل تا نه نیم نه کلی ویلیو رو یه فیل کرده میتونیم فرضاً اگر ما بیایم و ایجا در فادر نیم همی کار کنم که ویلیو مساوی میشه بچی یک بلاک پی اچ پی را میخواهیم جور کنم و اینجا ایکو بکنم از دالر آف رو ویریبل کالم مربوطش کالم فادر نیم چی نام داره تی اف نیم تی اف نیم سیو اند لیتس جاست سی اسپینغر والا دی عبدالرحیم ایڈیٹ در نیم اسپینغر می آید در فادر نیم عبدالرحیم می آید با می ترتیب فون ایمیل و کلی چیزا رو ببینین فون ایمیل ما همه ولیو اتریبیوت را کاپی می کنم به خاطر کی وام تکس فیلد هستن درست است کاپی و در تکس فیلد فون پیس می کنم تا نایجا نام کالم تغییر می خوره که نام کالم چی است فون نمبر فون نمبر با می ترتیب ایمیل هم یک تکس فیلد است ایج هم ویلیو اتریبیوت می مانیم و نام کالم ما چی است ایمیل از خودش درست است برای زی ریدیو بتن ها می آیم برای زی لیست باکس ها می آیم برای زی چک باکس ها می آیم و پایین می آیم ایمیج هم می مانیم در تکستیریا در تکستیریا ما ویلیو اتریبیوت نداریم اگر می خواهیم که یک چیز اینجا نشان بدیم فقط در بین استارت و اند تکستیریا ما نوشته می کنیم فرض اینجا من نوشته می کنم که سم تکست سیو این ریفرش اینجا برای ما می آیه سم تکست درست است ولی می خواهیم که اینجا آدرس مربوطیش بگیریم از بجای از ما بدون از اینکه ویلیو چیزا نوشته کنیم دایرکتلی پی اچ پی بلاک کریئت می کنیم و چی را می کنیم ایکو می کنیم address field as database نامی address field کالم ما چی است address است address پیشن save and refresh ببینید address مربوطیش میاد حالا پس back میریم فرضاً میگم که این ریکارد هلال می خوام اپدیت کنم هلال جان محمد فون نمبر ایمیل و address لوگر افغانستان با
بشكل خلال جان مامات فون ايميل و ادرس هم بشكل خب یار ما ماندم یک کنتری یک جندر که جه ریڈیو بٹن هست یک کنتری که لیس باکس هست و یکی هم هابی که یا چی هستن کم چت باکس هستن چون یا به این شکل نمیشن که ما ویلیو پردیم شما میفهم کی جا باید یکی از یا چک شوه اگر هلال بود میل بود میل چک شوه اگر فرزن هیلی بود فیمیل چک شوه اگر ما بیایم فرزن هیلی سلیکت میکنم باز هم میل چک است بخاطر که بریزی مدز نزدیم با دیفالتی سلیکت میباشه با می ترتیب در کنتری باید یکی از یا سلیکتید باشن منظر به با کشوری مربوطیش و اینجا در یا باید یکی از یا چکت باشن نظر به هابی مربوطش سو ویلیو ایجا باز کار نمیکنه قسمی که در تکس فیلد ما کار کردیم ایجا باید چی کنیم چک سلیکتد و این چیزا رو استفاده کنیم ایرا چطور میکنیم خب فرضاً میایم اول به جندر ما میفهمیم که وقتی که ما در دیتابیس ویلیو چطور ذخیره کردیم برای جندر میل این فیمیل ذخیره کردیم اگر فیمیل باشه ویلیوش فیمیل اگر میل باشه ویلیوش میل اینجا وقتی که ما میایم و میخوایم که در جندر یکیش را سلیکت کنم چطور کرده میتونیم از با استفاده از چکت اتریبیوت چون میل ما چکت ماندیم هر بار که در این پیج ما میایم میل سلیکتد میباشه حالا میگم که نه نظر با ویلیو دیتابیس باید ببینیم اگر در دیتابیس ویلیو میل بود میل چک باشه اگر در دیتابیس ویلیو فیمیل بود فیمیل چک باشه سو وات وی کن دو اینجا ما چک کرده میتونیم که یک در داخل از اینجا ما باید چک نوشته کنیم قسمی که اینجا ما داشتم حالا از یک کندیشن باید بیایه قسمی که ما میگم کی ریدیو بتن ایمیل از چی وقت چک باشه وقتی که ما یک بلاک پیج پی را جور میکنم چون اف کندیشن می خواهیم اپلای کنم و اینجا یک انتر شما زده میتونه نو پرابلم بشه درست است یعنی که تالی ما در داخل یعنی اینپوت تگ هستم ببین اینپوت تگ ما اینجا شروع تا اینجا ختم است در داخل از او ما اینجا نوشته میکنم که اگر ویلیو جندر یکی از دیتابیس میگیریم چطور دالر اف رو and then نام کالم ما جندر چی است؟ جندر است جندر ای از دیتابیز ویلیو می گیره اگر او ویلیو در دیتابیز که ما داریم مساوی بود با میل یعنی که میل است باز چی باید شوه؟ ما اینجا قوس های اف هم اندازم و ایکو می کنم چی را؟ چکتا یعنی که اینجا اگر ما چکتا ایکو می کنم چه وقت وقتی که در دیتابیس ویلیو جندر مساوی با میل بود باز در داخل از این انپوت چکت ایکو میشه در داخل یک انپوت فیلد که تایپ شیردو با شما اینجا چک نوشته کنیم قسم که پیشتر داشتیم ای اتوماتیکلی چک میشه و اگر این ویلیو میل نبود این چک ایکو نمیشه به خاطر اینکه چی هست اگر شما ببینید من یک کمی انتر بزنم این بلاک این چک تا چی وقت پرینت کردیم در بلاک اف اگر این ترو بود این چک پرینت میشه اگر نبود این پرینت نمیشه با می ترتیب ما میایم در ریدیو بتنی فیمیل اینجا و یک بلاک پیچ پی را می سازم و اینجا نوشته می کنم که فرزن با می ترتیب اگر از دیتابیس که ویلیوی جندر ما می گیریم دالر آف رو دری ویریبل ما داریم ویلیوی کالمی جندر ما اگر این مساوی شد با فیمیل ای باید دقیق باشه میل این فیمیل و این چیزا به خاطر که ای باز باید میچ کنه با این ویلیو درست است باز چی باید شوه اگر فیمیل بود ویلیو باز ما میخوایم که ایجا ایکو شوه در این ریدیو بتن دیگه برای ما ایکو شوه چی چکت تا کی چک شوه ولی در یک وقت میفهمم که یا ویلیو میل است یا فیمیل است اگر میل بود ریدیو بتن اول چک میشه اگر فیمیل بود ریدیو بتن دوم چی چک میشه ببینیم سیو and get back هیلای از جندر ایزی چی است؟ فیمیل است وقتی که من ایدیت میکنم اوکی وی هاو ا پرابلم اکسپیکتینگ کدام جای ما سنتکس ایرر داریم در لاین نمبر 54 یپ ایجا باید ماید سیمی کالون رو داشته باشم و قسمی که ایجا دارم that's fine save and get back refresh ببینیم هیلای ایدیت چی سلیک میشه برای ایزی؟ فیمیل اگر ما پس بیک میروم و هلال سلیکت میکنم جندر ازی میل است ایدیت پر ازی میل سلیکت میشه This is how we do it با می شکل ما میتونیم که اینجا سلیکتید اپرینت کنیم یعنی که اگر ما بیایم کنتری هلی چی است
هند است و کنتری هلال ترکی است. درست است؟ وقتی که ما ایر ایدت میکنم هم افغانستان سلیکتید است به خاطر کمی ویری اول ماست. اگر فرزن ما ای هلال سلیکت میکنم که ترکی است، ای هم برای ما افغانستان سلیکت میشه. ما میخوام که کشور مربوطیش سلیکتید باشه. او را ما اشتور میکنیم. وقتی که ما بیایم اینجا فرزن ما یک از یارا سلیکتید میزنم، ما میگم که اینجا سلیکتید باشه. چطور میکنیم که جنوشتن میکنیم سلیکتید. سیف حالی ببینین. ریفرش اینجا سلیکتید می باشه. حالی به هر ریکارد که ما میایم برزو اینجا گرچه ایجا کشور ترکی است، اینجا سلیکتید است. درست است؟ حالی اگر ما میگم که نه نظر به ویلیو کشور باید چی شوه، ایجا کشور مربوطیش سلیکت شوه زی لیست. باز ما چی کده میتونیم قسمی که اوجا چک تا نه بنابرای کندیشن اپلای کدیم، ایجا سلیکتید ویلیو بنابرای کندیشن پرنت کده و یا پرنت کده نمیتونیم. قسمی که ما میایم در این چک باک لیست آپشن اول و ایجا بارش میگم که در داخل از ایجا ما باید سلیکتر نوشته کنم. آلی سلیکتر بنابرای یک شرط میاید. اگر شرط درست بود سلیکتر پرنت شوه، اگر نبود نشوه. سو شرط ایجا میمانیم که در داخل از ایجا ایجا یک پی اچ پی بلاک جور میکنم و اینجا ما میگمش که اگر ویلیو کشور که از دیتابیز میگیریم در دالر آف رو ویریبل ما داریم و نام کالم کشور چی ماندیم در دیتابیز؟ کانتری ماندیم. درست است؟ کانتری. درست است؟ ای برای ما ویلیوی کشوری مربوطه را از دیتابیز سلیکت میکنه. ولی برای افغانستان ما کدام ویلیو رو آن کردیم؟ AFG. اگر ای ویلیو که از دیتابیز وجود داره اگر ای مساوی بود با AFG قسمی که ایجا ما داریم، باز چی باید شوه؟ باز ما اینجا ایکو میکنیم چی را؟ سلیکتید. یعنی اینجا که ما سلیکتید ایکو کنم، اگر در کنتری کالم ای ریکارد مربوطه ویلیو افغانستان بود، یعنی که کشور از افغانستان است، بین ای لیست باید ای سلیکتید باشه. اگر ای کندیشن ترو میشه سلیکتید ایجا پرنت میشه، ایجا که سلیکتید پرنت شد در لیست همی انتخاب میشه برای ما. That's it. ایجا نیاز به قوسا هم نیست، چون شما میفهمید بالا گرچه من قوسا دادم، وقتی که با ایف کندیشن ما یک ستیتمنت داریم ای خود به خود در باڈی ایف حساب میشه، قوس گرفتن نیاز نیست. درست است؟ آلی ببینین. سیو میکنم و از اینجا آمده بک میرم ایرا ریفرش میکنم. بک میشم و ایرا ریفرش میکنیم. آره ببینیم کشوری از این افغانستان است. وقتی که من سلیکت میکنم افغانستان سلیکت میشه. ای بای دیفالت هم میشه. مگم برای دیگاه ما کدام چیز نگفتیم. ای وقتی ما گفتم میتونم که ما برای دیگاه هم بگیم. یعنی که امیر ما کاپی میکنم و اینجا در لیست باکس دوم میایم. یا پیست میکنم. برای ازی چون ایلس باکس از چی است؟ از یو اس ای است و در یو اس ای ما دیوار در دیتابیس کدام ویلیو ذخیره میکنیم؟ امریکا را. اگر ما بگویم در ریکارد در دیتابیس اگر ویلیو کانتری مساوی با امریکا بود ای سلیکتد شوه. با می شکل باز کاپی میکنم و میایم در آپشن ایلس باکس اینڈیا در داخل استارت تگ ازی همه قسم پیست میکنم. میگمش که اگر در دیتابیز ویلیو مساوی بود با هند، به خاطر که باری اینڈیا ما در دیتابیز هند روان کردیم، باز ای باید سلیکت شوه. با می شکل باری ترکیه میایم و اینجا پیست میکنم. میگم باری ترکیه در دیتابیز ما تی یو آر کی ذخیره کردیم. اگر ویلیو مساوی با تی یو آر کی بود، باز چی باید سلیکت شوه؟ در کجا باید پرنت شوه؟ سلیکتید در اینجا. ولی ما فهم که در یک وقت از این لیست باکس ها تنها یکی سلیکت میشه. از این خاطر از بین کل ازی کندیشن ها تنها یکیش ترو میشه. هر یک ویلیو که بود او که ترو شد در همو سلیکتد پرنت میشه و در او که سلیکتد پرنت شد اینجا باری ما همو کشوری مربوطه انتخاب میشه. یعنی اینجا ببینین کشور هلال چی است؟ ترکیه. اگر من ایدیت میکنم چی باری ما سلیکت میشه؟ ترکی. با همین ترتیب کشور هلال چی است؟ هند. اگر ایدیت کلیک میکنم اینجا باری ما اینڈیا سلیکتد میشه بین ایزیا و با می ترتیب کشور اسپینغر افغانستان است. اگر برای ایزی ما کلیک میکنم افغانستان سلیکت میشه. به این شکل میتونیم که یارا سلیکت بکنیم. خب آره با یا چی کنیم؟ با هابیز.
یا ما مولتیپل امکان داره داشته باشیم. در میل فیمیل تنها یکی بود که او را چک میکردیم، در کانتری تنها یک کشور بود که او را سلکت میکردیم. یا چی باید کنیم؟ مولتیپل امکان داره که هابی داشته باشه، دو سه. یا ببینید اسپینغر هابی چی است؟ ویدیو گیم اند جی آر ام. جی آر ام معنی فرام جیم است، شاید اشتباه شده است. با می ترتیب ای ویدیو گیم اند موویز است، ای ویدیو گیم اند جیم است، دو دو تا هستن. وقتی که بالای ادیت بتن از این کلیک میکنم هلال، باید از این چک باکس ها چی باری ما سلیکت شوه؟ اگر اینجا ویلیو ویدیو گیم و مووی بود، اینجا باید ویدیو گیم و مووی سلیکتد باشه، دیگه نباشه. اگر فرضاً ویدیو گیم اند جیم بود، یا باید سلیکت باشن با می ترتیب. با چی ما باید کنیم؟ خب ما میفهمیم که اگر اینجا ما این ویلیو را از دیتابیز میگیرم، برای ما در شکل یک سترینگ ریتن میکنه. یعنی که ما در دیتابیز اگر برون ببینین هابیز ما به شکل سترینگ ذخیره کردیم، درست است؟ فقط توسط کاما یک یکیش سپریت کردیم. یعنی اگر ما میایم و اینجا یک بلاک پیش بی را میسازم و فرضاً میگم که هابی یه ریکاردی مربوطه را ما سلکت میکنم از دالر آف رو ویریبل، چی را سلکت میکنم؟ نام کالم ما چی است؟ هابی است، درست است؟ ای را ببینید، ما یه را اکو میکنم. برای ما در کدام شکل ریترن میکنن؟ در شکل سترینگ. ببینید اینی جا اکو کردیم وی گیم مووی به این شکل، درست است؟ بخاطر که همی جا اکو کردیم. اگر فرضاً ما میایم ای را ما ایڈیٹ میکنم، ای را ببینید وی گیم این جیم به این شکل به شکل سترینگ برای ما کلی ری ویلیو های چک باکس هایی پرند میکنم. حالی من را دیگه ویریبل ذخیره میکنم از باجه ایزی که ای را ایکو کنم. فرضاً من ذخیره میکنم که هابیز دی ویریبل انداختم. از این ویریبل ما این سترینگ ها پس به ایره تبدیل میکنم، تا که در ایره ما یک یک آیتمش پس ببینم. وقتی که ایره را به سترینگ تبدیل میکردیم، تا که در تابیز ذخیره کنم، یادتان از کدام فنکشن استفاده میکردیم؟ امپلوت فنکشن. ما برای چیزا گفتیم که توسط کاما سپریت کنیم، در داخل دبل کوت برش گفته بودیم که توسط کاما سپریت کنیم، و بعدا برش گفته بودیم که فرضاً یک ایره را برش پاس کرده بودیم که ایره را به شکل سترینگ بدل کنیم و بعدا ذخیره کنیم. اولی همو کار ما سرچپه می کنیم، یعنی که اولی ما سترینگ داریم که در بینش کاما است، اولی بنابر کاما پس به ایره تبدیل می کنیم. از این خاطر از فنکشنی که استفاده می کنیم، از بجای امپلوت ما از اکسپلور استفاده یه ما کار میکنه. اولا میگر سترینگ برای نشان بده که برای پاس میکنه، ولی سترینگ در کجا ذخیره کردیم؟ در دالر آف هابیز. و دوما مطلب در پرامیتر اول، بنابر کدام دلیمیتر میخوای که سپریت کنی؟ اگه اینجا ما ببینیم بین هر یک ویلیو یک یک کاما آمده، یعنی که بنابر کاما میخوایم که سپریت کنیم بشه. و برای ما چی را ریتن میکنه؟ این سترینگ گرفت، بنابر ایزی سپریت میکنه، یک یک ویلیو در یک یک اندکس یک ایره منداز و برای ما یک ایره ریتن میکنه. حالی ما میتونم که از جا هابی ایره را بگیرم، یعنی که برای ما این سترینگ به ایره تبدیل میکنه و ریتن میکنه و ما در یک هابی ایره ایره گرفتیم. حالی از این هابیز ایره ما میتونم بگویم که اگر در ایره ویلیو مربوطه ویدیو گیم بود که ویلیوش چی است؟ وی گیم است، ای برای ما چک شوه، اگر نبود نشوه. با می ترتیب اگر ویلیو مربوطه جیم که جی آر ام است اگر وجود داشت چک شوه، اگر نبود نشوه. ای را ما چک کسی میکنیم؟ خب وقتی که یک چک باکس ما چک میکنیم، ما باید ایجا چک تا داشته باشیم. ببینید من ای را چک ماندم و ای را ریفرش کردم، ای برای ما چک شد. اگر فرضاً ای را موویز میخوایم چک کنم، ایجا چک تا میمانم، چک سیو اند ریفرش. ببینین این چک شد. حالا میخوایم که این چک ها بنابر ویلیو هایی که در ایره وجود دارن بنابر رو دوشه آن قسمی که در سیلیکت لیست و در چک باکس در ریدو بطن کردیم، یعنی که چک باکس رو ما دایرکلی پرینت نمی کنم، بنابر ویلیو ایره چک میبینم که در ایره اگر ویلیو ویدیو گیم بود ایره چک و اگر نبود نکو. So how to do that؟ ما ایجا در داخل امی انپوت تگ یک بلاک پی اچ پی را جور میکنم به این شکل PHP. و از اینجا آمده ما یک فنکشن در PHP داریم با نام این ایره. این فنکشن برای ما چی میکنه؟ True and False ریتان میکنه. اگر ما چک کنم که این
اندرسکور اره ای فانکشن است. از ما دو چیز میخواهیم. اولا چی را میخواهیم چک کنی؟ ویلیو. فرضا میخواهیم که وی گیم ویلیو میخواهیم چک کنم. دوم در کجا میخواهیم چک کنی؟ میخواهیم که در ای ویریبل اره چک کنم. دالر آف هابی اره. اگر در ای ویریبل اره ای ویلیو وجود داشت، ای برای ما چی را ریتن میکنه؟ ترو. اگر نداشت برای ما چی را ریتن میکنه؟ فالس. از این خاطر میگم که اگر ترو بود، اف ای ویلیو وجود داشت، ترو بود، باز چی باید شوه؟ اینجا برای ما ایکو شوه. چکت. That's it. اگر نداشت، ای چکت ایکو نمیشه. همین رقم ای را ما کاپی میکنم و در هر یکی چک باکس ای را چک میکنم و مندازم. در چک باکس جیم مندازم و میگمش که اگر در ای ره ویلیو جی آر ام بود که برای جیم ما ذخیره کردیم، جی آر ام ای چک شوه. با می ترتیب اگر در موویز ویلیو ما چی بود؟ بخاطر موویز در دیتابیس ما مووی در آن کردیم. مووی باز ای باید چک شوه و با می ترتیب برای ادرس ما در دیتابیس ادر روان کردیم. اگر فرضاً اینجا ویلیو ادر بود، دقیق باید باشه، ای ویلیو است که در دیتابیس ذخیره میشه، چک میکنیم، باز ای باید چک شوه. And that's it. خب ببینیم کدام جای شاید دبل کوت امیس کردیم. یس اینی جا امیس کردیم. ادر درست است. اگر دبل کوت امیس کردیم کلی کوت ما باز کار نمیکنه. خب سیو میکنم و از اینجا میایم آلی ببینیم. هیلای هابی چی است؟ ویدیو گیم اند جیم. اگر من ادیت کنم ببینین ویدیو گیم اینجک سلکت میشه. بک اینجا برای هلال چی است؟ ویدیو گیم اند موویز. اگر من ادیت میکنم ببینین ویدیو گیم و مووی سلکت میشه. به این شکل کلی ویلیو های درست آمدن بجز از عکس. برای عکس می آییم ایرا بالی آلی نمی کنیم. درست است؟ اینجا بک می شوم. فرزن ایک ریکارد نو انزرت می کنم. That is گلخان and father name علی خان. فرزن یک فون نمبر، یک ایمیل گل at hotmail.com، یک میل از یک کشورم به اصطلاح USA و هابی ها ببینین. ویدیو گیم سلک کردم، گیم سلک کردم و ادر سلک کردم. یک اکس هم برش میگیریم. در از دس وان و ادرس هم برش میتیم. فار اگزامپل فار وان انزرت ریکارد. این ریکارد آمد. برای نظر به هابیز و نظر به کنتری و نظر به جندر ببینید من کی ایدیت میکنم. یا چی وجود داره؟ ادر، جیم و ویدیو گیم. ایدیت چی سلکت میشه؟ ویدیو گیم، جیم این ادر و نظر به کنتری یو اس ای، نظر به جندر میل. کل ریکارد ایشی دقیق باری با آمد. درست است؟ خوبی فقط چی بود که وقتی که ما یک ریکارد ایدیت بتن کلیک میکنیم، او ریکارد برای ما در یک فرم باز شوه بنابر ویلیوهایی که در دیتابیس ذخیره شدن. عالی. اگر ما بخوایم که این هلال نیست، هلال خان است، یا فار اگزامپل هلال با آی است، این را ما ادیت میکنم، تغییر میکنم، نام فادر فار اگزامپل جان محمد نیست، جان آغاز به این شکل، شماره تلفنش فرزند در آخرش یک نیست، پنج است، این را ادیت میکنم. وقتی که ما بتن ادیت بزنم، this should not be inserted, this should be edited. این را تغییر میدیم. این را بزنم، این ریکارد با می تغییرات باید ذخیره شود. انزرت نشوه از سر، بلکه همین تغییرات را ذخیره کنم. این را باز ما ایدیت میکنیم. یعنی که ما میایم ویلیو از این را به اپدیت ریکارد بدل میکنم. حالی وقتی که ما ای اپدیت ریکارد بطن را بزنیم، ما را باید به کجا ری دیرک کنه؟ در این فارم تیگ ما میاییم. درست از قسمی که در انزرت کده بودیم دیگه کار آسان است. در این فارم تیگ میاییم و میگیم که یک پیج باید باشه با نام تیچر اپدیشن دات پیج پی. او جا ما باید ری دیرک شویم. تاری او پیج وجود نداره، ای پیج ما جور میکنم. پیج سوم از فکرتان باشه. پیج دوم که بودی فقط بر ریکارد شو کردن در یک فرم بود. پیج سوم اصل کار میکنه که ریکارد از پیج دوم یعنی که از ای پیج میگیره و اپدیت میکنه. اینجا ما یک بلاگ پیج پی را جور میکنم و در داخلش فرضاً من نوشته میکنم که اپدیتینگ یا ایکو میکنم که updating record. این فایل را باید سیف کنیم با می نام. درست است؟ آلی ببینید این فایل هم سیف می کنم.
وقتی که ما میایم از یک ریکارد ایڈیت میخواییم کنم ای ریکارد بالای اپڈیٹ ریکارد کلک میکنم ما رو کجا میبره با تیچر اپڈیشن ڈاٹ پی ایچ پی کدام ریکارد میخواییم اپڈیٹ کنم میتانم ایجا آی ڈی شا دی واریل روان کنم یا میتانم آی ڈی شا در ای آی ڈی ٹکس فیلڈ نشان بودم بخاطر که جمع یک بار تیار آی ڈی روان کردیم سو وات آئی ول دو که این جمع قسمی که نام ایکو کردیم همی رقم آی ڈی را در آی ڈی ٹکس فیلڈ ایکو کرده میتانیم ای آی ڈی سیف ریفرش آلی جی آی ڈی داریم وقتی که بالای اپڈیٹ ریکارد کلک میکنم ای کل فارم با می ویلیو های نو اگر کدام یکیش تغییر کردیم میلش فیمیل کردیم فیمیلش میل کردیم ای باید در این پیج بگیرم و اپڈیٹ کنم دات سیت قسمی که انزرت میکنم امو رقم است یعنی که ما در اینجا در تیچر اپڈیشن دات پی ایچ پی کل ویلیو ها را از او فارم کلک کنم با طریقه پست قسمی که ما پیشتر کردیم یعنی که دالر آف تیچر آی دی مساوی میشه با دالر اندرسکور پست و نام کالمی که داریم نام کالمی که در اینجا داریم چی است تی ایکس تی آی دی است txt id و همی شکل نام هم میگیریم فون هم و کلی چیزها رو میگیریم این چیزها رو ما در ای پیج آلریدی گرفتیم بار دو میرا چی نمی کنیم هم یار اگه ما کاپی بکنم ببینید با مو طریقش قسمی که در انزرشن بود فقط کویری جا تغییر میکنه ویلیو رو پس از فارم کلک میکنیم از بجای انزرشن کویری اپدیشن کویر اپلای میکنم ببینید کاپی میکنم من یارا و اینجا پیست میکنم درست است یعنی که چون نام هم سیم هستن همو فام کاپی کردیم از این فام خود کلی ویلیو را گرفتم با استفاده از دالر اندرسکور پست سوپر گلوبال ویریبل و دی ویریبل های پیچ پی انداختم از این جاری ما میخواهیم که کویری اپدیشن خود نوشته کنم با شکلی که من نوشته می کنم که اپدیت کویری مساوی می شبه میخواهیم اپدیت کنم اپدیت یک تیبل که نامش چی باشه تی بی ال teacher registration as and set updation query شما می فهمین یا که کالما برش میگیم set t name که نامی کالم ماست مساوی با یک value کاما دیگه f name t f name مساوی با یک value خب در بین double quote single quote استفاده میکنیم بازم کاما کالم دوم phone number مساوی با یک value و ایمیل مساوی با value را پس آنتر ما اینجا پاس میکنیم با می ترتیب country و با می ترتیب هم gender sequence شالی جا مهم نیست به هر سیکوینسی که دادین با می ترتیب هم hobby which is like hobby مساوی میشه با یک value و بعدا هم پک هم میمانیم برای حالی اپدیت نمی کنیم ادرس هم میگیریم ادرس مساوی با یک ویلیو با این شکل خب از کدام ریکارد ها ویر تی آی دی کل ریکارد ها رو اپدیت نمی کنیم نیم فقط همون ریکاردی که ما سلک کردیم ویر تی آی دی مساوی باشه با کدام آی دی ای آی دی که ما از تیکس تی آی دی گرفتیم دالر آف تی آی دی حالی این کلی ویریبل ها رو بریزی کالوم ها پاس میکنیم برای تی نیم dollar of name پاس میکنیم tf name dollar of f name با می ترتیب برای phone number dollar of phone number ای باید دقیق باشه اینجا ببینید capital است capitalش هم انتخاب میکنیم برای email dollar of email با می ترتیب country dollar of country gender is dollar of gender and hobby is dollar of هابیز هابی ایره نه امو کاری که پیشتر براتان گفتم این هابی ایره مکمل ویلیو را به شکل ایره میگیره ایره را ما ذخیره کرده نمیتانیم ایمپلات فانکشن او ایره را به سترینگ مبادله میکنه و دی سترینگ ویریبل انداختیم دالر آف هابیز ان ادرس دالر آف ادرس وی ار ایدی از ایکوال تو دیس اپدیشن کویری ما تیار شد ای را باید رن کنیم به خاطر رن کردنش کانکشن کار داریم سوال انکلود اور کانکشن فایل کانکشن فایل ما با چی نام بود دی بی connection.php حالی میگم که اگر ای MySQL های
MySQLi underscore query के query मार रहा हूँ मैं को ना अवलंब connection और पास में को नहीं बोला ना मैं update query खोदा dollar of update query अभी दुरुस्त रन में शा मार पस redirect को ना बाकी header व location पास बामी page अवल बही page नहीं बल्कि बही page ताकि मैं तगड़ा तो खोदे ही अभी पहनो आज खातर नामी page मार किया 9 clause dot phps by shekel agar jay mistake na kada bashim spell mistake wa kodam syntax mistake this should work wa fardani jame kom ki the url ma ek message am pass karam to ki badan uja girfta batanem that is record updated save bibinem refresh me karam az inja ma me khaim ki e record e helal taghir bato edit record number id 11 edit वर्दानी जमा में कम के हेलाल खान अपडेट रिकॉर्ड रिफ्रेश इट डिडंट वर्क व्हाई वो कुदा मेरा रमना दौत लेट मी ट्राई समथिंग एल्स एडिट हेलाल खान वयम जान मोहम्मद खान अपडेट रिकॉर्ड खब रिकॉर्ड अपडेट ना मेशा लेट मी चेक इन सी व्हाई Okay. Hope. Let me see. First of all, ID Rami Giri. Dollar of dollar score post txt ID. Ajijama Agabi Giri. Txt ID. Hope. In Jama. ID را disable گرفته بودیم وقتی که ID را disable بگیریم یعنی که ethics field اول ما اگر disable باشه باز ما نمیتوانیم که ازی value get کنیم یعنی که اگر فرضاً ما قسم بانیم اوی disable باشه ID ما و وقتی که ما در این پیج ID را پست میکنیم از disabled field ID پست نمیشه سو باز ما چی میکنیم که ای را فرضاً disable نمیکنیم به شکل ای را سیو میکنیم و بعدن هم میایم و این پیج خود پس از سر رن میکنیم ریفرش ناو لیتس ٹرای فرضاً میگم که ای هلال ریکارد اپدیت کنم that is هلال خان and update you will see the changes درست است فقط اینی مشکل بود که ما وقتی که بالا یک ریکارد ایدیت یک ریکارد کلیک میکنیم let me edit this پینغر ایجا ای آیدی دیسیبل بود آیدی که دیسیبل بود ایجا ما آیدی را گرفتا نمیتونستیم و در کویری گفتیم که اگر آیدی ما سایی با او آیدی بود و آیدی را او نمیگرفت از او خاطر ریکارد اپدیت نمیکرد حالی فرزن ما میگم که در کل ایجا تغییر میارم فرزن ایمیش از پینغر خان عبدالرحیم خان فرزن شماره از باجه دو 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 پنج 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 است اینجا دات یاهو نیست فرزن دات جیمیل است این تغییرات آوردیم میل میمانیم کنتری را از باجه افغانستان یو اس ای میکنیم و اینجا یک هابی را اضافه میکنم اینجا فرزن یک دسترک را اضافه میکنم در از شینوار and let me update it در این ریکارد ببینیم در کلی فیلد ها ای کلی تغییر آمده است درست است شینوار و ای چیز ها تنها اپدیت اکس مان اپدیت اکس انشاءالله در کلاسی بادی میکنیم That's it for today